بعضی وقتا که میرم سر نماز نمیدونم چرا دوست دارم نماز زودتر تموم بشه. دنبال بهونه‌ای میگردم تا نماز رو زودتر تموم کنم و برم به مشغله هام برسم. خودم رو بهتر میشناسم. خیلی کم پیش میاد که نمازم رو با اشتیاق بخونم. ممکنه ساعتها بشینم پیش دوستامو گرم بگیرم و متوجه گذر زمان نشم، ولی نمیدونم چرا به نماز که میرسم. خدایا چرا حال عبادت کردن ندارم؟ یه مشکلی هست که اجازه نمیده منم مثل امثال آیت الله بهجت بیشترین لذت رو از نمازم ببرم. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی در اون مقام بالا صدا میزنه خدایا چرا من هر موقع میخوام بیام سحر در خانت یه چرتی یه خستگی میفته نمیتونم حال عبادت پیدا بکنم. حالا ایشون که همیشه حال عبادت داشتن، ببین چی رو میدیدن تو اون سطح بالا. آیا خدایا رأیتنی فی الغافلین، مثلا منو تو غافل ها دیدی، چی شده به من اجازه نمیدی باهات حرف بزنم؟ هیچ کس نمیتونه مؤمن بشه مگر با اجازه خدا. فکر نکنیم همچینم قالی قرمز پهن کردن و تمنا میکنن و نه، میفرمان من باید اجازه بدم. دیدی بعضی ها رو میخوای بیاری تو راهی که خودت هستی، هر کاری میکنی جور نمیشه. میخوای ببری تو مجالس خوبان، هر کاری میکنی نمیتونه بیاد. بعضی ها بهشون میگیم آقا بیا بریم جلسه، میگه وقتشو ندارم الان. آره شما وقتشو نداری. خدا میفرماد من دوست نداشته باشم یه کسی بیاد در خونم انقدر سرش رو شلوغ میکنم نرسه بیاد در خونم. هیچ کس نمیتونه مؤمن بشه مگر با اجازه خدا. خدا باید اجازه بده عاشق خوبی ها بشیم. خدا به پیغمبرش همون اول قرآن میفرماید بعضی ها رو اینا حالشون خوب نیست، من حالشون رو خرابتر میکنم. میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست منه. من نمیخوام بعضیا دلشون به سمت من بیاد. بگو خدایا چرا منو عاشق نمی کنی؟ من تا حالا فکر میکردم خودم عاشق نمیشم، حالا فهمیدم کار دست توه. مگه اونایی که اومدن خودشون اومدن؟ خدایا اومدم ازت اجازه بگیرم، بذار منم مؤمن بشم. یک کسی دست دست بکنه، خدا میفرماید ملائکه بهش ندید، فکر کرده چه خبره. اومد سر راه حضرت موسی رو گرفت، علی نبی نابعاله و علیه السلام، گفت برو به خدای خودت بگو که تا کی گناه کنم خبری ازت نباشه، نمیزنی. مسخره داشت میکرد. حضرت موسی بن عمران بعد از مناجاتش از خدا پرسید به این گناهکار چی جواب بدم؟ خدا فرمود برو بهش بگو من بالاترین عذابی که تونستم بهت دادم، خبری نیست از من. برو بهش بگو ببین اسم منو پیشت میبرن خوشت نمیاد. این بالاترین عذابیه که میتونم به یه بنده بدم، که دیگه نیای، میخوام نبینمت. دست گدایی تو در خانه خدا دراز کن، بگو چرا اون دلبری رو از من نمی کنی؟ منو پاکم کردی، حالا عاشق خوبی ها کن منو. دلم بخواد. خدایا میدونم که شوقم به نماز کمه، ولی خدایا
خودت اشتیاق به نماز رو در دلم زنده کن. خدایا حالا که به کرم خودت اجازه دادی منم از نمازگزارا باشم، به بندت منت بذار و منو عاشق خودت کن. بگو خدایا چرا منو عاشق نمی کنی؟ من تا حالا فکر میکردم خودم عاشق نمیشم، حالا فهمیدم کار دست ماه.